سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم هم یک مثال نسبتا ساده حل بکنیم از حرکت دو بعدی و به دست آوردن بردار سرعت و بردار شتاب یک حرکت خب به ما گفته شده که معادله حرکت دو بعدی یک جسم اینه پس معادله حرکت رو داریم یعنی جابجایی جسم رو در هر کدوم از مؤلفه هاش بر حسب زمان به ما داده و از ما خواسته که بردار سرعت و بردار شتاب رو در تیم مساوی با یک حساب بکنیم و ببینیم که آیا این دو بردان اصلا همجهت هستند یا نه خب کار خیلی سختی پیش رو نداریم چرا؟ چون من معادله حرکت رو دارم و میدونم که سرعت در راستای X و سرعت در راستای Y رو چجوری باید به دست بیارم؟ چجوری میدونم؟ چون من میدونم که سرعت در راستای X برابر هست با دی X به دی دقیقا سرعت در راستای X میشه طبق تعریف یعنی آهنگ تغییر معلفه X بر حسب زمان و سرعت در راستای وای مساوی میشه با دیه Y به دیه T یعنی من عملا دارم حرکتم هم رو تجزیه میکنم به دو بود یک بعد X و یک بعد Y و هر کدوم رو کاملا دارم الان جداگانه تحلیل میکنم در بعد X حرکت من این معادله حرکت رو داره و سرعت من هم از این معادله به دست میاد که این مساوی هست با چهل تی من از این عبارت مشتق گرفتم و در بعد وای حرکت من این معادله حرکت رو داره و سرعت من هم از این رابطه به دست میاد طبق چیزی که در حرکت یک بعدی دیده بودیم که مساوی میشه با منفی 15 تی به توان دو و حالا وقتی که میام وارد فضای دو بعدی میشم پس تا الان همه چی یک بعدی بود در فضای دو بعدی من میتونم بگم که سرعت مساوی هست با چهل تی آی یعنی بردار یک محور ایکس ها به علاوه منفی 15 تی دو ج یعنی بردار یکی محور وای ها و اگر در تی مساوی با یک من این رو حساب بکنم یعنی وی یک مساوی میشه با چهل آی منفی 15 J درسته؟ خب پس ما تونستیم الان بردار سرعت رو در این لحظه حساب بکنیم بریم سراغ بردار شتاب من باز هم همون کار رو میکنم من میام اصلا فراموش میکنم که من در راستای وای دارم حرکت میکنم میگم خب من میدونم که معادله حرکتم در راستای X این هست و میدونم که شتاب معادلش هست دی VX به دی T یعنی آهنگ تغییر سرعت به نسبت زمان یا در حقیقت این مساوی هست با مشتق دوم جابجایی به, به نسبت زمان که این مساوی میشه من اگر از این عبارت یعنی از وی ایکس مشتق بگیرم مساوی چهل میشه پس من الان تونستم حرکت رو در یک بعد x تحلیل بکنم حالا میام حرکت رو در بعد وای هم تحلیل میکنم میگم این مساوی میشه با دی وی وای به دی تی یعنی تغییر سرعت در راستای وای در زمان که این مساوی هست دوباره با دی دوی وای به دیه تی به توان دو یعنی مشتق دوم جابجایی به, به نسبت زمان که این مساوی میشه من اگر از این عبارت به نسبت تی مشتق بگیرم میشه منفی سی تی و حالا میام وارد فضای دو بعدی میشم و میگم که در فضای دو بعدی شتاب جسم در هر لحظه یعنی به صورت تابعی از زمان مساوی هست با چهل در راستای محور ایکس ها منهای سی تی در راستای محور وای ها و اگر من شتاب رو در لحظه یک حساب بکنم میبینید که مساوی میشه با چهل در راستای محور ایکس ها منهای سی در راستای محور وای ها خب ما الان تونستیم هم بردار شتاب و هم بردار سرعت رو به دست بیاریم این بردار سرعت این هم بردار شتاب و حالا میخوایم ببینیم که آیا این دو بردار همجهت هستن یا نه من مطمئنم که شما از ظاهر این دو بردار راحت میتونید تشخیص بدید که این دوتا همجهت نیستن چرا؟ چون معلفه X هر دو چهله یعنی با هم برابره ولی معلفه وایشون متفاوته در نتیجه امکان نداره جهت این دو بردار با هم یکی باشه به شکل شهودی اما برای اینکه این برامون حتی از این هم شهودی تر باشه و به عین یقین ببینیم این واقعیت رو بیاید با هم دیگه این رو رسم میکنیم این دو بردار رو فرض کنید که این نقطه نقطه چهل محور ایکس ها هست و این منفی 15 و این هم منفی سی بنابراین نتیجه میگیریم که بردار سرعت که هست چهل آی منفی 15 جی میشه این بردار پس این میشه بردار سرعت و بردار شتاب که هست چهل آی منفی سی جی میشه تقریبا مثلا این بردار خب پس این میشه بردار سرعت این میشه بردار شتاب و چیزی که واضحه اینه که این دوتا همجهت نیستن و با همدیگه زاویه دارن خیلی هم خوب در ویدیو بعد در مورد حرکت دو بودی بیشتر با همدیگه صحبت خواهیم کرد فعلا خدافز